به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. بچه سلام، امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین، حال دلتون انشالله که خوب باشه. با جلسه دوم از کلاس کنکور ریاضی انسانی در خدمتون هستیم. انشالله امروز ادامه مطلب های هفته گذشته رو با هم دیگه کار میکنیم. هفته گذشته راجع به کلاس صحبت کردیم، مفصل گفتیم که چه اتفاقایی قراره بیفته و گفتیم که قراره چی کارها بکنیم. یه مقدار درس دادیم، یه مقدار کم. ایشالا امروز، چون حالا امروز تا ساعت 5 کلاس داریم، ما گفتیم که این دو هفته ساعت تا ساعت 5، یعنی امروز و هفته آینده، از هفته هایی بعدش کلاسمون 3 ساعت هست، یعنی 2 تا 1.5 ساعت تقریبا یه استراحت آنتراک 10 دقیقه رو بخواهیم داشت بینشون. پس انشاءالا امروز بریم تا ساعت تقریبا حدود 5 با هم دیگه مباحث رو از ریاضی دهم ادامه بدیم. خیلی مباحث مهمیه، ریشه‌ای مهم محاسباتی زیاد داره ازش و باید مفهوم رو خوب درک کنیم و یاد بگیریم. بریم ببینیم چجوریه. بچه گفتم یه اولوش دو هفته طول میکشه، انشاءالله هفته آینده کتاب تستم به دستتون میرسیم. من این استایدار رو گفتم، بریم جلو استاید اصلی خودمون رو شروع کنیم. بچه تست شماره 4 هم حل کردیم اگر اشتباه نکنم، درسته؟ یادآوری بهم بکنید. تست 4 خیر، تست 4 هم رفتیم. میرسیم به حل معادله درجه 2. روشن میشه؟ مرسی. بریم برای حل معادله درجه 2 یه سر نکات با هم کار بکنیم. خیلی باحاله، با تمام وجود به هم گوش بده. ببین معادله کلاس هفتم هشتم خوندی مثلا 2x به علاوه 1 مساوی x به علاوه 4، درسته؟ یه همچین چیزی رو خوندی. بعد میومد x رو میووردی یه طرف، عدد رو میووردی یه طرف، x میشد 3. کاری با این ندارم. این چیزی که به دست می اومد از معادله درجه 1، بیشترین توانش 1، از معادله درجه 1 بهش می گفتن ریشه یا جواب. ریشه یا جواب، این خیلی برام مهمه، خیلی برام مهمه. تو حل معادله درجه 1 ایکس ها یه طرف، عدد ها یه طرف، خیلی راحت به دست میاد. اما من کارم این نیست، من میخوام این کارو برای معادله درجه 2 بکنم. تو معادله درجه 2 بکنم. ببین دستبندی که ذهنت میکنم یکی از فوق‌العاده ترین دستبندی هست. ببین چی کار داری میکنی. ببین من اگه یه معادله درجه 2 داشته باشم به فرم ax2 به علاوه bx به علاوه c مساوی 0، تمام حالتاشو میخوام بهت بگم. ببین چجوری. حالت اول حالتیه که ما توی این معادله نه b داریم نه c داریم، جفتشون هم 0، هیچ کدومو نداریم. نه B داریم نه C داریم، هیچی نداریم، فقط یه AX2 داریم. یعنی چی بچه ها؟ یعنی این که مثلا 2X2، مثلا 3X2، مثلا 7X2، آه هرچی، اصلا هرچی، هر عددی باشه اصلا مهم نیست. ما چی کار میکنیم؟ اثباتش رو دارم میگم و اصلا اثبات رو دردم نمیخوره، فقط اثباتش رو میگم بدونن اون بچه زرنگا. میان اینجوری می نویسن A X X مساوی 0. ها؟ بعد چی کار میکنیم؟ ما خوندیم اگه ضرب دو تا عبارت 0 بشه، یه بار اولی رو 0 میذاریم
یه بار دومی رو صفر میذاری. اینو قطعا خوند ها؟ عدد مساوی صفر رو خطش بزن، اصلا نمیشه، عدد که صفر نمیشه. یه بار اولی رو صفر میذاری، یه بار دومی رو صفر میذاری. ای دوتا جواباش یکی شد. آقا ترابی چی کار کنیم؟ ببین اگه دوتا جواباش هم یکی شد، اینه همه، بهش میگن ریشه مضاعف. ریشه مضاعف داره چند تا؟ یه دونه. یک ریشه مضاعف داره، اونم چیه؟ صفر. ببین مهمترین نکته که الان میخوای یاد بگیری اینجاست، خیلی مهمه، خوب گوش بده من. پس اگه من نه بی داشته باشم نه سی، جفتش هم صفر باشه، اصلا حل نمی کنم. میگم چی؟ میگم یک ریشه مضاعف داره، اونم چیه؟ صفر. یک ریشه مضاعف داره، اونم صفر. بیا پایین. یک ریشه مضاعف داره، اونم صفر. پس ببین هر وقت بهت سوال داد، من ازت سوال دارم میپرسم، ببینم حواست هست یا نه، جای دیگه این، هر وقت ازت سوال پرسیدم معادله درجه دو من یک ریشه مضاعف داره، اونم صفره، شما میگین چی و چی نداره؟ چی میگین به من؟ یه من بگین بچه صدا برای همه مشکل داره؟ صدا احتمالا بچه یه ذره صدا و تصویر یه مقدار به خاطر اینترنت هاست که همه هنگ نیست، هم خوی نداره. یه لحظه بگه اگه بچه رو اذیت میشین و اینو اصلاحش بکنیم، یه بایین بگین الان توضیح میدم، یه بایین بایین بگین صدا و تصویر اگه اذیت میشین من یه لحظه اینو خارج بشین اینو اصلاح بکنم. خوبه؟ خب پس ادامه دمتون گرم. پس بچه چی شد؟ یه بار دیگه از اول یه مروری داشته باشیم. من این دستبندی ها خیلی برام مهمه، همه این دستبندی ها رو کاملا باید بلد باشی، گوش بده. این معادله درجه دو من، گفتم من نه بی دارم نه سی دارم، فقط چی داریم؟ آیکس دو داریم، مساوی صفره. آیکس دو مساوی صفر، مثل چی؟ مثل ایکس دو مساوی صفر، مثل دو ایکس دو مساوی صفر، مثل سه ایکس دو مساوی صفر، هرچی مثل اینا باشه. اگه گفت چند تا جواب داره، میگم یه جواب داره، اونم صفره، ولی اسمش اینه، یک ریشه مضاعف صفر داره. اینو خوب یاد بگیر، اینو خوب یاد بگیر، یه اسکرین‌شات از این بگیر. صدا خوبه، تصویر بده. حالا ببین من حالت اولو گفتم، حالتیه که ما نه بی داریم نه سی داریم. حالت دوم بعد ازش مثال حل میکنم. حالت دوم من معادلم به این فرمه، ax2 به علاوه bx مساوی صفر. یعنی چی؟ یعنی سی نداریم توی این معادله، ما سی نداریم، سیمون مساوی صفره. حالت دوم بازم اول اثباتش میکنم بعد ازش سوال حل میکنم. اگه اینجا ما سی نداشتیم چی کار میکنیم؟ اگه سی نداشتی یه گوشه ذهنت ثبت کن، فاکتور بگیر. اگر سی نداشتیم یه گوشه ذهنت ثبت کن، فاکتور بگیر. از چی؟ از عامل مشترک. از عامل مشترک یعنی ایکس فاکتور بگیر. اگه از ایکس فاکتور بگیره چی میشه؟
میشه AX به علاوه B. بچه دارم اثبات میکنم و من اثباتش رو نمیخوام، فقط نتیجهش رو میخوام. یاد باش. یه بار اولی رو صفر بذار، یعنی X میشه صفر. یه بار دومی رو صفر بذار، یعنی AX به علاوه B میشه صفر. بچه X رو تنهاش کنید. X میشه منفی B تقسیم بر A. یه لحظه وایسا، این یه تیکر رو نمیخوام. اگر معادله من سی نداشت، اگر معادله من سی نداشت چه اتفاقی میفته؟ اگر معادله من سی نداشت، دو ریشه متمایز براش به وجود میاد که یکی از آنها صفر است. که یکی از آنها صفر است. یعنی چی؟ وایسا ببینم. الان مثال میخوام ازش حل کنم. x به توان 2 به علاوه x مساوی 0. آش 1 بیش 1. اوکی. بچه من آبی رو پاک کنم. اینجا مثل که آبی نمیبینید. آره. من مستفید بنویسم. بچه ها نمیبینن. خب. قد کنم. نمیبینمش. نیم ساعت دیگه. پس بچه ها بریم ادامه. نگاه کن منو. اگر من x به توان 2 به علاوه x مساوی 0 داشتم، ها؟ توی اینجا ما A داریم، A1 B1، اما ما سی نداریم، سینوس صفر. بچه ها دو تا روش بلدن. آقا یا فاکتور بگیر یا از روش دوم برو. باش. اگه بخوام فاکتور بگیرم چه اتفاقی میفته؟ از یکسش فاکتور بگیر. چی میمونه؟ ایکس به علاوه 1 مساوی صفر. یه بار اولی رو صفر بذار، یه بار دومی رو صفر بذار، x میشه منفی 1. از روش فاکتور گرفتن رفتم. بچه اگر آقا میشه فاکتور نری؟ طول میکشه. باشه، از این راه بریم. اگر سی نداشتی یکی از جوابات صفره، اون یکیش منفی بیا، منفی بیا. پس اگر سی نداشتی، اگر سی نداشتی یکی از جوابهامون حتما صفره، اون یکیش منفی بیا، این منفی 1 تقسیم بر 1 میشه منفی 1. اصلا نمیشه اینجوری. پس نگاه کن، اگر ما سی نداشتیم میگیم دو تا جواب داره، یکی از جوابهامون صفره، یکی دیگر جوابهاش منفی بیا میشه. فاطمه اگر از یه دونه ایکسش فاکتور بگیری یه دونه ایکس به علاوه 1 میمونه. یه اسکرین شات بگیر. من مثال میخوام ازش زیاد حل بکنم. 7 8 تا 10 تا مثال ازش حل میکنم. عجله نکنید. پس دو تا روش یاد گرفتیم. یکیش فاکتور گرفتن، یکیش هم سریع و راحت بگم یکی از جوابهاش صفره، یکیش منفی بیا. منفی بیا، صفر منفی بیا. خب گوش بدیم با مثال الان کامل متوجه میشی. گوش بده یه لحظه من. گوش بده. مثال اول. x به توان 2 به علاوه 2x مساوی 0. فقط یه چیزی تو ذهنت بیاد. ما اینجا آ داریم، بی داریم، ولی سی نداریم.
اینو خوب یاد بگیر. گوش بده به من. چیز سختی نیست. آش یکه بیشند دوه و سی هم نداری. سیمون صفره. نکته چی بود؟ بچه هایی که دوست دارن فاکتور بگیرن روش فاکتور رو برن، من میرم اونم. بچه هایی که دوست ندارن میگن دو تا جواب داره، یکی از جوابهاش میشه صفر، اون یکیش میشه منفی بیا. یعنی چی بچه ها؟ یعنی بی رو منفی کن، منفی بیا، بی رو منفی کن، منفی دو، تقسیم بر آ کن، تقسیم بر یک میشه منفی دو. به خدا خیلی راحته، خیلی راحته. یه بار دیگه، x به توان دو منهای دو x مساوی صفر. آ داریم، آ یکه. بی داریم، بی منفی دوه. و سی نداریم. هر وقت سی نداشتی یه چیز رو تو ذهن ثبت میکنی. چی؟ دو تا جواب داریم، یکی از جوابهاش میشه صفر، اون یکیش میشه منفی بیا. منفی بی، بی رو قرینه میکنی میشه دو، تقسیم بر یک میکنی میشه دو. یه اسکرین‌شات بگی بازم مثال حل میکنم. انقدر مثال حل میکنم بفهمی، انقدر مثال حل میکنم، روش های مختلف میگم، بالاخره یکیش رو باید بفهمی. آره الان روش فاکتورگیری هم میرم بچه. آره خیلی روش سبک و راحتیه. دقیقا منفی به ثابته، اصلا انگار تو فرمولشه. بی رو منفی کن، تقسیم بر آ کن. بی رو منفی، بی رو منفی، بی رو منفی، تقسیم بر آ میکنی. عشقین شما. بریم بعدی بچه های فاکتورگیری هم بهت بگم. یه سری از بچه ها میگن آقای ترابی نپیچون ما رو. چرا میپیچونی؟ فاکتور هم به همون قشنگ یاد بره دیگه، همه چی رو یاد میدم، فقط صبر. گوش بده به من خوب. الان تو این سوال میگردم دنبال عامل مشترک. عامل مشترکش ایکسه، از ایکسش فاکتور بگیر. من یه ایکس رو فاکتور میگیرم، یه ایکس رو بکشش بیرون، باشه میشه چی؟ میشه ایکس به علاوه دو. پس اگه از یه دونه ایکسش فاکتور بگیرم، یه ایکس رو بکشم بیرون، ایکس به علاوه دو میمونه. حالا بچه ها یه بار اولیه رو صفر بذار، یه بار دومیه رو، باش یه بار اولیه رو صفر میذارم، یه بار دومیه رو صفر میذارم، ایکس میشه منفی دو. دیدی همون جوابی که تو قبلیه به دست اومد، دقیقا همین جا به دست میاد، اینه 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 خودش. نگاه کن منو، باز اینجا میام فاکتور میگیرم، از یه دونه ایکسش فاکتور بگیر، میشه ایکس منهای دو، میشه ایکس منهای دو. میبینی بچه های عزیز من، یه بار اولیه رو صفر بذاریم، ایکس صفره، یه بار دومیه رو صفر بذاریم، ایکس منهای دو مساوی صفر، ایکس میشه دو. تمام. اگه فهمیدین چیزایی که گفتم تا اینجا رو، یه یک بزن، یه انرژی بهم بده، پر انرژی تر بریم قسمت های بعدی. به به به، خیلی حواستون اینجاست، دمتون گرم، خیلی عشقین. حالا نگاه کنید بچه ها، یه اسکرین‌شات بگیریم، میخوایی اسکرین‌شات بگیریم، بگیریم. ستون دوم، از یه دونه ایکسش فاکتور بگیر، از یه دونه ایکسش فاکتور بگیر، میشه ایکس منهای دو، از یه دونه ایکسش فاکتور بگیر، میشه ایکس منهای دو. ها؟ ببین چی میمونه از اولی ایکس، از دومی منفی دو. یه بار اولی رو صفر بذار، یه بار دومی. ببین مثالای بیشتر تنوع بدم.
توی کنکور بچه ها یه نکته بگم، از خود معادله درجه دو مستقیمن یه دونه یا دوتا میاد، یک یا دوتا، ولی سوالایی که ممکنه حل کنی تهش به معادله درجه دو برسی ممکنه 3-4 تا داشته باشی. پس خیلی بحث مهمیه، من خیلی براش وقت میذارم برای اینکه اصلا یاد بگیریم چجوری تست بزنیم، چی کار باید بکنیم، زبون منو بفهمی، خیلی براش وقت میذارم. ایشالله ایشالله. بچه نگاه کنید، 2x2 منهای 3 مساوی 0. سریع با هم بریم. A2 B منفی 3، C هم نداریم. ریشه ها رو سریع بهم بگو. یه سر چی الان چی شد؟ حالا درست شد. اینجا 3x بچه، من عذر میخوام، اینجا 3x، من اینجا x جا انداختم، حق با شماست. آره آره، نه اونجا من x این برای جا انداختم. بچه ها دقیقا تو این سوال ما آمون میشه 2، بیمون هم میشه منفی 3. من اونجا یه x جا انداخته بودم. ببین اگه تو اینجا بخوایم به دست بیاریم، یکی از جوابامون میشه 0، اون یکی جوابام منفی بیا بیرو منفی کن، منفی منفی 3 میشه مثبت 3 تقسیم بر آ میشه 3/2. دقیقا اینجوری میشه. خیلی خوبه. پس بچه ها چی کار باید بکنیم؟ میگم اگر بخواییم فاکتور بگیرین، از یه ایکسش فاکتور بگیرین میشه 2x منهای 3. من از روش های مختلف میخوام یاد بگیریم. 2x منهای 3، یه بار اولی رو 0 بذار، x میشه 0. یه بار دومی رو 0 بذار، 2x منهای 3 میشه 0. 2x میشه 3 و x میشه مثبت 3/2. و سلام. حل. بریم بعدی بچه های اسکرین شات میخواییم بگیریم بگیریم. جانم محمد رضا بپرس. نه نه محمد رضا میپرسه یعنی آ هر چی باشه میشه 0؟ نه اصلا ربطی به آ نداره. ببین ریشه که ما به دست میاریم، ریشه کارش چیه؟ اینه که من اینو بذارم تو معادله صدق میکنه. یعنی شما x رو برین 0 بذارین، یعنی جوابت هم میشه 0. 3/2 هم بذاری بازم جوابت میشه 0. ریشه توی معادله همیشه صدق میکنه. این نکته رو بنویسیم، ریشه در معادله صدق میکنه. یعنی من اگه ریشه رو ببرم بذارم تو معادله جوابش همون 0 در میاد، حالا جوابش هرچی که این ورست در میاد. این نکته رو یادتون باشه. یه ذره سختش کنم، مثلا سوال اینجوری بدم، بگم مثلا x به علاوه 1 به توان 2 به علاوه 2x به علاوه 1. اگه همچین سوالی بیاد خیلی از بچه ها میان چی کار میکنن؟ میگن آقا ترابی من این را به توان 2 میرسانم، 2 را ضرب میکنم، همه را جمع میکنم، دلتا میروم. بابا ویل کنین روشو، یه ذره باید باهوش باشین. چه روش مسخره ای این؟ چی کار میکنی؟ خوب به من گوش بده، اصلا از این روش نمیگم. طراح سوال داره داد میزنه، میگه نگاه کن این دوتا یکی هست.
طراح سوال داره داد میزنه، میگه این دوتا یکی هن، مرسی فائزه. دقیقا درست گفت، فاکتور بگیریم. وقتی دوتاشون یکی هن، یعنی به زبان بی زبانه میگه جون مادرت بیا از من فاکتور بگیر. باشه، قسم نخور ازت فاکتور میگیرم. نگاه کن منو، از یه دونه x به علاوه یک باید فاکتور بگیری. از یه دونه x به علاوه یک باید فاکتور بگیری. ببین چی میشه. اولی یه دونه x به علاوه یک میمونه. خوب نگاه کن، اگه ازش x به علاوه یک رو فاکتور بگیرم، یه دونه x به علاوه یک میمونه. بچه از دومی چی میمونه؟ دو تا x به علاوه یک. x به علاوه یک شاید اگه ازش بگیرم چی میمونه ازش؟ اینو کمک کنید. آفرین، عالی عالی، یه مثبت دو ازش میمونه. مرسی ازتون. پس میبینی چی کار کردم؟ اولی رو یه x به علاوه یک کشیدم بیرون، چی موند؟ یه x به علاوه یک، یه دو. حالا اولی که x به علاوه یکه، دومی رو میبینی؟ سه، x به علاوه سه. ای جانم نگاه کن چی در اومد. دو تا پرانتز داری، ضربشون شده صفر. یه بار اولی صفر، یه بار دومی صفر. انقدر اینو تکرار میکنم تو ذهنمون ثبت بشه. دو تا پرانتز داریم، دو تا پرانتز داریم، یه بار اولی رو صفر بذاری، یه بار دومی. یه بار اولی رو صفر بذار، x به علاوه یک صفر بشه، x میشه منفی یک، x میشه منفی یک. x به علاوه سه رو صفر بذاریم، x میشه منفی سه. تمام و سلام، ریشه رو به دست آوردی. یه بار خلاصه از اول بگم، x به علاوه یک فاکتور بگیر ازش، بکش بیرون. از اولی یه دونه x به علاوه یک موند، از دومی یه دونه دو موند. میبینی؟ این میره دیگه. اینجا x به علاوه یک، دو یک جمع میشه، میشه x به علاوه سه. ضرب دو تا عبارت بشه صفر، یه بار اولی صفره، یه بار دومی صفره. یعنی یه بار x به علاوه یک صفره، x میشه منفی یک، یه بار هم x به علاوه سه صفره، x میشه منفی سه. به همین راحتی. با هم حالا کلی مثال داریم، خیلی مثال داریم، تست داریم، انقدر که بر را بیفته. سریع اسکرین شات بگیر. خب بچه ها، حالت دوم فعلا درسنامه‌مون تموم بشه، درسنامه‌مون فعلا تموم بشه، بریم تو حالت سوم. حالت سوم چیه؟ من عاشق این حالت سومم، خیلی خوبه. حالت سوم ببین، یه بار بی و سی نداشتیم، یه بار سی نداریم، حالا این دفعه بی نداریم. این دفعه ما بی نداریم، بی مساوی صفر. من بار من تو پیام ها دیدم، گفتم بچه ما معمولا یه دو سه هفته میگذره تو کتاب ها جزوه هامون آماده بشه. انشاءالله انشاءالله به امید خدا جلسه بعد، نه جلسه بعدش، حالا هر جای ایران عزیزمون که باشین، کتاب دستتون رسیده حتما. پس نگران نباشین، ما هفته بعد، نه هفته بعدش، یعنی از دو هفته بعد تک تک کتاب بهتون حالا ارسال میشه. حتما نگران این قضیه نباشین. آره آره. خب بریم برای حالت سوم. حالت سوم چیه؟ یعنی ax2 به علاوه c مساوی صفر. وای من عاشق اینم. چرا؟ ببین یه چیز در گوشی بین خودمون، انقدر اینا رو میبینی که اصلا حد نداره. یعنی تو یه توان دو میبینی،
یه توان دو میبینی با یه عدد، عددت هم تنهاست، سینگله. به قول بچه ها که یه سر پا فیلم هایی طور که نشستن یال نیزه، تنهاست، یه عدد تنها داری میبینی. نگاه کن منو، مثل چی؟ مثل یه توان دو منهای 9 مساوی 0. یه توان دو میبینی با یه عدد، مثل چی؟ مثل x به توان دو منهای 25 مساوی 0. مثل چی؟ مثل x به توان دو منهای منهای نهو گفتم x به توان دو منهای 16 مساوی 0. مثل اینا. اگه توان دو عدد دیدی همیشه برای خود تکرار کن، توان دو یه طرف، عدد یه طرف. همیشه برای خودم تکرار میکنم، توان دو یه طرف، عدد یه طرف. بریم اینو به اثباتش کنیم. نگاه کن، x به توان دو یه طرف، عدد یه طرف. ازش جذر میگیرم. اگه از این جذر بگیریم چه اتفاقی میفته بچه؟ اگه جذر بگیریم، جذر x2 میشه x، ولی اون طرف حتما دو تا جواب به دست میاد، مثبت منفی 3. چرا؟ چون هم 3 به توان 2 میشه 9، هم منفی 3 به توان 2 میشه 9. پس یادت باشه دو تا جواب داره که قرینه هم دیگن. بریم مثال بعدی رو نگاه کن، یواش یواش ذهنی حلش میکنی. x به توان 2 میشه 25، x میشه مثبت منفی 5، x به توان 2 میشه 16، x میشه مثبت منفی 4. ازش داری جذر میگیری. باشه خیلی باحالا. پس نگاه کن چه اتفاقی افتاد. من اگه توان 2 داشتم با عدد، توان دو یه طرف، عدد یه طرف، ازش جذر میگیرم. مثلا x2 شده 9، x میشه مثبت منفی 3، x2 میشه 25، x میشه مثبت منفی 5، x2 شده 16، x میشه مثبت منفی 4. فکر نمی کنم خیلی سخت باشه. حالا بچه ها راجع به علامت ها خیلی دارن سوال میپرسن، من دقیقا همینو میخواستم. یعنی توجه به کلاس و توجه به درس بالاست، عشق این شما. نگاه کن منو، چی کار باید بکنی؟ در کنار این حتما یه شرطی باید بنویسم. شرط این که جواب داشته باشه. بچه یه اسکرین بگیری، من تو اسلاید بعدی شرطشو بنویسم. اسکرین شات بگیری. اگر جذر نداشت، هلیا، اگر جذر نداشت مثلا چی؟ مثلا x به توان 2 شده 6، جذر نداره دیگه، x میشه مثبت منفی رادیکال 6. مثال میزنم، بچه‌ای که احیانا مشکل ورود دارن یا حالا هر چیز دیگه حتما با آموزشگاه در تماس باشن. حسین جان شماره داره؟ باید به کجا زنگ بزنم؟ اونایی که نمیتونن وارد شن با ادمین‌های گروه باید تماس بگیرن. اوکی، بچه‌ای که نمیتونن وارد بشن با ادمین‌های گروهتون در تماس باشین. حتما مشکل حالا بگین، اونایی هم که دوستای کسایی که هستن اینو بگین. خب حالا نگاه کنید، بچه‌ها سوالای فوق‌العاده قشنگی دارن می‌پرسن. سوال که میپرسن میگن آقا اگه مثلا x2 منهای 6 مساوی 0، x به توان 2 منهای 10 مساوی 0، اینجوری بود باید چی کار کنی؟ فدای سرت، هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط 6 رو بناز اون و x به توان 2 میشه 6، ببر بنداز زیر رادیکال، بندازش دیر رادیکال. یعنی چی؟ یعنی x میشه مثبت منفی رادیکال 6. تموم.
هی نگاه کن، اگه جذر نداشت میبری میندازی زیر رادیکال، مثبت منفی رادیکال ده. این سختش نیست. ببین شرط اینو چی میذارم؟ شرط چی؟ زمانی که ما بی نداشتیم، به این شرطه که معادلمون جواب داره. چه شرطی؟ آ و سی مختلف العلامه باشن. یعنی اگه آ مثبته سی منفی باشه، اگه آ منفیه سی مثبت باشه. به این شرطه که جواب داره. بچه‌ها پرسیده بودن؟ آفرین. ببین محمد علی قشنگ چیز خوبی گفته، همون چیزی که الان اینجا میخوام اشاره کنم بهش. دقیقا اگه این شرط رو نداشته باشه، اون اتفاقی که محمد علی گفت اتفاق میفته. ببین چه شرطی؟ مثل این x به توان 2 به علاوه 4 مساوی 0. ها؟ x 2 به علاوه 4 مساوی 0. میگه چه جوریه؟ 4 رو بنداز اونور. 4 رو بنداز اونور. میشه منفی 4. جون من یه عدد بگو به توان 2 برسه بشه منفی. اصلا وجود نداره. شما عددی نمیتونید به توان 2 برسونید که منفی 4 بشه. پس جواب نداره. جواب ندارد. ببینید من از همون اول یه نکته گفتم، اصلا خودتو درگیر اینجور چیزا نکن. اگه سوالی دیدی که بی نداشت، به علامت آسی توجه کن. اگه علامتاشون فرق کرد جواب داره. اگه علامتاشون این هم بود اصلا بی خیالش میشی، میگه جواب نداره. اینجوری باید بریم. پس بچه ها اگه سوال اینجوری بهتون داد، فقط و فقط به چی نگاه میکنیم؟ به علامت آسی نگاه میکنیم. باید علامتاشون فرق کنه. الان x2 به علاوه 4 علامتاشون این همه، نه جواب نداره. اما مثلا داشتم منفی x2 به علاوه 9 مساوی 0. بچه ها میگن آقا طرابی این چی؟ چی؟ این که جواباش که جواب داره، قطعا جواب داره، چون آ منفی سی مثبته. جواب داره. میگی نه با من باش. منفی x به توان 2 میشه منفی 9. درسته؟ این بر منفی داریم، این بر منفی داریم. دوتا منفی رو میتونی با هم ساده کنی. برو با من. اگه شک داشتی با من دوتا منفی رو با هم ساده کن، بزنشون. پس x به توان 2 میشه 9، x میشه مثبت منفی 3. تموشت. پس نکته خیلی نکته قشنگیه. اگر بی نداشتیم اولین چیزی که بهش نگاه میکنی اینه، علامت‌های آوستی باید با همدیگه فرق کنه. اگه علامت‌هاشون این هم بود جواب نداریم بچه. حالا الان اینجا اوکی؟ یه اوکی بزنید به من، یک بزنید، من تا اینجا خیالم راحت باشه. از این مورد حدیث دقیقا محمد علی. آره خیر، من از مواردی که گفتم الان میخوام مختلط با همدیگه مثال حل کنم. نگاه کن به من. مثلا اولی x2 منهای 4x مساوی 0 در هم 2، x2 منهای 1 مساوی 0 3، 4x2 مساوی 0 4 منفی x2 منهای 6 مساوی 0
شماره 5 منفی ایکس 2 به علاوه 8 مساوی 0. میخوام اینا رو حل کنم، با من باش. ببین ایکس به توان 2 منهای 4 ایکس مساوی 0 چی میشه؟ چجوری حلش کنیم؟ الان یک کمکم بکنید. ایکس 2 منهای 4 ایکس مساوی 0 یه ریشه. آها حالا شد یه ریشش صفره که بچه ها کاملا داره درست میگه. یه ریشش هم 4. خیلی خوبه. من یه نکته بگم چون بچه هایی که جلسه اولشون خیلی زیاده، اصلا مهم نیست بچه ها. چیزی که ما امروز شروع کردیم خیلی به جلسه قبل وابسته نیست. احیاناً یه درصد یه ذره، مثلا اندازه بچه‌ای که الان امروز جلسه دومشونه متوجه نمیشین، امروز حتما از ادمینای گروهتون بخواین که ویدیو جلسه قبل هم ببینید، بیشتر ارتباط برقرار میکنین. ویدیو جلسه قبل رو ببینید بعد ویدیو این جلسه هم ادامهش ببین، باشین متوجه میشین. مثال زیاد علفه، میتونی فاکتور بگیری، میتونی بگی آقا من فاکتور اینا نمیرم، آ یک بی هم منفی 4. سی نداشتیم، دو تا جواب داشتیم، یکی از جواب هامون صفره، اون یکیش منفی بیا، منفی بیا 4. این از اول. بریم دومی. جواب دومی رو میتونی سریع به هم بگی؟ خیلی خوب، دقیقاً دارین درست میگین. اگر ما بی نداشتیم توان دو عدد بود دیگه، اصلا اینو خیلی سریع میتونی بگی. توان دو عدد بود میندازی اون و ایکس به توان دو میشه 1، ایکس میشه مثبت منفی 1. پایین رو بریم، نه بی داریم نه سی داریم، چی داریم؟ گفتم 4x2 صفره، 2x2 صفره، x هر چی بود. یه ریشه مضاعف داره، اونم صفره. فقط یه ریشه داره، اونم صفر. آفه. بریم شماره 4. 4 رو بهم بگو. بچه ها گفتن یک نمیره زیر رادیکال، رادیکال یک همون یکه دیگه، اینو قبول دارین؟ رادیکال یک همون یکه. شماره 3 رو بچه هایی که متوجه نشدن، بچه ها من گفتم اصلا به این توجه نکن، هر عددی پشتش بود بذار کنار، اصلا بهش توجه نکن، بذارش کنار. x به توان 2 شده 0. جذر بگیر. x میشه مثبت منفی 0 داریم، x میشه 0 دیگه. مثبت منفی که نداریم. پس نگاه کن x میشه 0. خیلی راحت. x به توان 2 0، x میشه 0. چه عددی به توان 2 میشه 0؟ 0 دیگه. 5. گفتم علامت این دو تا باید با هم فرق کنه. فرق نمی‌کنه، یکیه. پس جواب نداره. ریشه نداره. اما بعدی بندازش اونور، منفی x2 بل مساوی منفی 8، درستش کنم، منفی x2 مساوی منفی 8، منفیاشو میزنم، x میشه مثبت منفی رادیکال 8. اینجوری باید حل کنیم. رادیکال 8 بچه 8 جذر نداره، درسته؟ جذر نداره، ما نمیتونیم رادیکال 8 رو حساب بکنیم، پس جواب میشه مثبت منفی رادیکال 8. این از ناقصا، یعنی ما ناقص غیر از این دیگه نداریم، ناقصا اون اینجوریه. پس چون علامتاشون فرق میکرد
چون علامت هاشون فرق میکرد میگیم جواب داره. 8 رو میندازم این طرف میشه منفی 8. منفی ها رو با هم دیگه زدم و جذر گرفتم، x میشه مثبت منفی رادیکال 8. خب اگه سوالی دارین هر چی بپرسین، اگه نه من تیکه دوم میخوام بهتون بگم. بچه اولیه خب اون چیزیه که سی نداشتیم، گفتم اگه سی نداشتیم دوتا جواب داره، یکی از جواب هامون میشه صفر، اون یکی جواب میشه منفی بیا. حتما برای خودتون دسته‌بندی رو انجام بدین، توی ذهنتون طبقه بندی داشته باشه. بچه چهار گفتم دیگه، گفتم اگه علامت‌هاشون شبیه هم باشه جواب نداره، اگه علامت‌هاشون شبیه هم باشه جواب نداره. این از این، بریم یه دور دیگه از اینو حل بکنیم برات جا بیفته کامل. میخوام صدای یکی از بچه‌ها رو باز کنم با هم سوال حل بکنیم. کی میاد رو خط با هم سوال حل کنیم؟ خب یه نفر این علامت دست رو بزنه. من از اینجا دسترسی ندارم، اگه اونور لطف کنید صدایی که از بچه ها رو باز کنید. مرسی، ممنون میشم. مرسی، باش. این تموم بشه دو تا نکته این ذره سوالا زیاد بود، خدا طول کشید یه ذره، یه چند دقیقه واسه میام. خب من دسترسی دارم. خب من صدای داوود رو باز میکنم، بعد حالا دونه دونه بقیه بچه هم باز میکنیم میریم جلو. سلام آقای ترابی. سلام داوود عزیز. خوبی داوود؟ خیلی ممنون، متشکرم. داوود از کدوم شهری؟ من از اصفهان. به 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 به، اصفهان زیبا. داود اوضاع ریاضی چجوریه؟ اوضاع ریاضیم خوبه، ولی یه موضوعی که میخواستم با شما در میون بذارم اینه که من مشکل بینایی دارم و شرایطم با سایر بچه‌ها یه کمی متفاوته. خب ولی ریاضی یا پا به پای بقیه بچه‌ها میام، زیاد مشکلی نیست. خیلی عالی. توی اینستاگرام داری منو؟ نه متاسفانه کانال من آیدیو می نیستم. هر جا احساس کردی مشکل داری متوجه نشدی، حالا داخل کلاس چون بچه ها هستن جایی رو متوجه نشدی، حتما با من درمیون بذار. اینو حتما شاید. من هر کمکی که دستم بر بیاد حتما انجام میدم. خیالت راحت باشی. خیلی ممنون، متشکرم. چهارم یه ذره بد شد. خب داو جان بریم. بله خب سال اول اوکی، الان اگر میشه شما عبارت ها من حل میکنم. x به توان 2 منهای 6x مساوی 0. خب
معادله سی نداره، از همون روش منفی بی به روی آ استفاده میکنیم که یکی از ریشه ها صفر و اون ریشه دیگه مثبت 6. دقیقا درسته. پس شما دو تا جواب داریم. اگر سی نداشتیم دو تا جواب داریم، یکی از جواب هامون صفره، دقیقا درسته، اون یکیش هم منفی بی، بی رو منفی کن، 6 1 6. دمت گرم. بریم بعدی. x2 منهای 7 مساوی 0. خب الان اینجا بی نداریم، بنابراین دو جمله هم که مختلف العلامت هستن، پس x مساوی با مثبت و منفی رادیکال هست. دقیقا. داخل شرطش چی بود اگه بی نداشتیم؟ باید دو تا عبارت مختلف العلامت باشه. مختلف العلامت باشه. دقیقا. شماره 3. 5x به توان 2 مساوی 0. چند تا ریشه داریم؟ اینجا الان نه بی داریم نه سی داریم، پس ریشه مضاعف 0 را داریم. دقیقا. ما یک ریشه مضاعف 0 داریم. x میشه 0. عالی یاد گرفتیم. معرکه. شماره 4. x2 به علاوه 8 مساوی 0. خب الان اینجا دو تا عبارتمون هم علامتن، بنابراین معادله جواب نداره. دقیقا. ما اصلا اینجا یک مثبته، 8 هم مثبته، پس اصلا جواب نداره. باید علامتاشون فرق کنه. تو کنکور امسال هم بهش اشاره شده بود توی جزء سوالا. منفی x به توان 2 به علاوه x مساوی 0. خب سی نداریم، میشه منفی بی به روی آ، منفی یک، منفی یک به روی منفی یک که میشه مثبت یک، صفر و مثبت یک، صفر و مثبت یک. ما اگر سی نداشتیم یکی از جواب هامون میشه صفر، اون یکی جوابمون میشه منفی بی آ، منفی یک تقسیم بر منفی یک مساوی مثبت یک. مرسی داوود جان. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی عالی بود. عالی. پس یه اسکرین شات بگیرین، من یه دونه دیگه از اینو حل کنم. خب ببین اگه بخوایم سوال رو یه جور دیگه مطرح بکنیم، اونم با حاله ها، چه جوری؟ مثلا بگه ایکس منهای 1 به توان 2 منهای 4 مساوی 0. بچه ها چی میگن؟ یه سری ها میگن آی تارابی اینو بازش کن، اولی به توان 2 دو برابر اولی در دومی، دومی به توان 2 کاملا داری زیاده نویسی میکنی، بذارش کنار. ما اینجا اتحاد مزدوج هم میتونن بچه ها برن، اشکال نداره، اما راه آسون چیه؟ یه چیز گفتم بازم تکرار میکنم، 100 بار دیگه میگم، توان 2 عدد دیدی، توان 2 یه طرف، عدد یه طرف، توان 2 و عدد، توان 2 یه طرف، عدد یه طرف، اینجوری باید بریم. جذر بگیر، ایکس منهای 1 مثبت منفی 3، ببخش مثبت منفی 2، مثبت منفی 2، مثبت منفی 2، یه بار مساوی 2 میذاریم، یه بار مساوی منفی 2 میذاریم. نگاه کن منو، یه بار x منهای 1 رو مساوی 2 میذاریم، یه بار x منهای 1 رو مساوی منفی 2 میزنیم. معادله است، حلش کن. منفی 1 رو بنداز اون بر، 2 به علاوه 1 میشه 3، یه جواب شده 3. منفی 1 رو بنداز اون بر، منفی 2 به علاوه 1 میشه منفی 1. تمام شد. پس دو تا جواب داشت، یکی از جواب هامون 3، اون یکی هم منفی 1. یه بار خلاصه بریم، ما توان 2 داریم با یه عدد، ما توان 2 داریم. بچه خوب به من گوش بدیم، قشنگ بلند شو صاف بشی، فقط تمرکزت به کلاسم باشه، فقط تمرکز دارم. توان 2 داریم، عدد داریم،
توان دو عدد، توان دو رو بذار یه طرف، عدد رو بذار یه طرف، چهار رو انداختم این بر. بچه اگه منفی بشه جواب نداشت، منفی جواب نداشت. ایکس منهای یک توان دوش رو بریز بیرون، میشه ایکس منهای یک. هر وقت جز گرفتی مثبت منفی نره، میشه مثبت منفی دو. یه بار ایکس منهای یک میشه دو، یه بار ایکس منهای یک میشه منفی دو. یک اومد از اون بر میشه سه، منفی یک اومد از اون بر میشه منفی یک. یکی از روش های فوق‌العاده قشنگمون از معادله درجه دو گرفتین چی شد؟ همه فهمیدین؟ اگر جذر نداشت باز میره میفته زیر رادیکال، فقط اون بر مثلا میشه رادیکال دو به علاوه یک، رادیکال مثلا سه منهای یک، دوتایی میشه. به به، سریع اسکرین‌شات بگیریم بچه ها. جانم بچه ها بپرسید، اگه سوالی هست بپرسید. الان مثال زیاد حل میکنم. نه هر وقت اصلا خواستی جذر بگیری مثبت منفی میشه. اگه جذر نداشت، الان مثال جذری هم میریم، اگه جذر نداشت اینجوری میریم. مثل چی؟ مثلا 2x منهای 1 به توان 2 منهای 7 میشه 0. این سوال حل کنیم، مثلا 2ش هم بردارم که دیگه خیلی اذیت نکنم. ببین اولین کاری که میکنی 7 رو میندازی اونور، x منهای 1 به توان 2 میشه مثبت 7. ها ازش جذر بگیر میشه مثبت منفی رادیکال 7. تا اینجا باید اوکی باشی، تا اینجا باید اوکی باشی. حالا نگاه کن، من یه بار x منهای 1 رو میذارم مساوی رادیکال 7، یه بار x منهای 1 رو میذارم مساوی منفی رادیکال 7. 1 رو بنداز اون بر میشه رادیکال 7 به علاوه 1، یه جواب منفی رادیکال 7 به علاوه 1، اینم یه جواب. تعجب نکن، نگو این چه جواب مسخره ایه. به من شد تو کنکور، مخصوصا کنکور امسال، ثابت کرد هر چیزی ممکنه بدن. هرچند من به شدت انتقاد میکنم نسبت به کنکور امسال طراح سوالا و کسایی که کنکور امسال رو طراحی کردن، ریاضی هر سرشته افتضاح بود، به معنای واقعی کلمه افتضاح بود. یعنی حالا قطعا دیدین مشاوراتون، نمیدونم هر جا که دیدین، ریاضی امسال افتضاح بود، سوالها داغون، غیر استاندارد. حتی سوال 117 کنکور امسال سوالی بود که دو تا جواب داشت، دو تا گزینه جوابش میشد. متاسفانه دیگه. آره آره دقیقاً، سوالش اصلاً بیس کتاب نبود. حتی چند تا از سوالا رو میشه گفت اصلاً تو کتاب بهش اشاره هم نشده بود، متاسفانه. این از این بچه ها، پس ما اینو داشته باشیم. بریم حالتهای کامل رو با هم بررسی کنیم. حالت کامل چیه؟ ببین ما الان یه بار رفتیم بی نداشتیم، یه بار رفتیم سی نداشتیم، یه بار بی و سی با هم نداشتیم. خب میخوام حالتی رو بگم که همه چی باشه. الان نگاه کن، هم آ دارم هم بی دارم هم سی دارم. ما همه چی رو داریم، هم آ داریم هم بی داریم هم سی داریم. اما نگاه کن، دو تا حالت خاص میخوام بهت اشاره کنم، بعد دلتا بعد تست. دو تا حالت خاص. حالت خاصمون چیه؟ اگه مجموع ضرایبمون صفر بشه، اگه مجموع ضرایبمون صفر بشه،
بچه خیلی کمک میکرد توی حل سوالا و تستا. خیلی ها به وسطش به این میرسیم که تک تک ذرایب رو با هم جمع کنی صفر بشه. مثل چی؟ این مثال با هم بریم. مثلا x2 به علاوه 2x منهای 3 مساوی 0. بچه مجموع ذرایب 0 شده. میگی نه امتحانش کن. این 1 با 2 میشه 3، منهای 3 میشه 0. ای جان مجموع ذرایبش 0ه. هر وقت مجموع ذرایب 0 شد دو تا جواب داره. جواب یکیش میشه 1، اون یکیش میشه یه گلپسری به نام سیا. سیا جان بیا کمکمون کن. پس ما هر وقت مجموع ضرایبمون بشه 0. آقا ببین دو ساعت نیست، کار دو ثانیه است. تو سوال که جلوت میذارن توی دو ثانیه میتونی متوجه بشی که این مجموع ضرایبش 0 میشه یا نمیشه. من اینجا رو اگه نگاه بکنم کاملا متوجه میشم ضرایب مجموع ضرایب میشه 0. پس یکی از جواب ها 1، اون یکیش هم میشه سیا. سیا منفی 3. تمش. امیدوارم تا اینجا اوکی باشی. پس بچه ها اگر مجموع ضرایب 0 شد، یکی از جواب ها 1، اون یکیش سیاهه، یعنی منفی 3 یکمه میشه منفی 3. این حالت خاص اولمون. حالت خاص دوم، اگر جمع اولی و آخری وسطی بشه. بچه این دوتا بچه خوب داشت، دوتا بچه گل داشت، اما این اینجوری نیست. اگه جمع اولی و آخری بشه وسطی، آ به علاوه سی بشه بی، دوتا بچه بد داره، یکیش منفی 1، اون یکیش منفی 3. نگران نباش، مثال میگم. فقط یادت باشه اگه جمع همش 0 شد دوتا بچه خوب داره، یک و سیا. اگه دوتا بچه، اگه جمع اولی آخری بشه وسطی، دوتا بچه بد داره، منفی 1 و منفی 3. تا اینجا یه اسکرین‌شات بگیر که چند تا مثال برات بگم. همه اینا توضیحاتش تو جزوه هست بچه ها، همش، یعنی کاملا توضیحات رو آورده و کاملا نوشته شده همه چی. تخته قسمت پایینش نیست؟ کجا نیست؟ کجای تخته نیست؟ همه تخته هست بچه، مشکل نداره. راجب جزوه یه چند باری گفتم بچه، جزوه برای جلسه بعد نه، برای جلسه بعدش به همه، چون بالاخره شهرها متفاوته، تا به آموزشگاه و ادمیناتون برسونیم یه مقدار طول میکشه. جلسه بعد نه، جلسه بعدش انشاءالله همه تون جزوه خواهیم داشت. احتمال داره اینترنتتون مشکل داشته باشه. اونایی که آره یه رفرش کنید درست بشه. بچه بریم مثال ازش حل بکنیم. مثال میگه x به توان 2 منهای 4x به علاوه چند بگم؟ به علاوه 3 مساوی 0. یه دونه مثلا چی بده؟ مثلا بگه x2 اینجا 1، این از این دوه،
مثلا شماره 3 رو بریم. 2x2 به علاوه 4x منهای 6 مساوی 0. و شماره 4 رو بریم، مثلا 2x2 به علاوه 7x به علاوه 5 مساوی 0. بریم این 4 تا رو با هم حل بکنیم. مرسی سمیر عزیز. بچه حالت اول حالتیه که جمع اولی و آخری رو ببین چنده؟ 4. با این منهای 4 میشه 0. مجموع ضرایبش شد 0. پس اگه مجموع ضرایب بشه 0، یکی از جواب هامون میشه 1، اون یکیش میشه 3. اینقدر واسه خودت تکرار کن، اینو بزرگ بنویس اتاقت بزن، اصلا نمیدونم رو کاغذ بنویس، جایی که راحت تری هی میبینی بیشتر تکرار میکنی اونجا بزن، بذاری ببینیش. اگه الان مجموع ضرایب بشه 0، یکی از جواب ها 1، اون یکیش هم قطعا سیاهه. سیاه چنده؟ 3 1 3. پس دو تا جواب داریم. این هستی. بریم بعدی بچه. نگاه کن، مجموع ضرایب 0 نیست. جمع اولی آخری وسطی هست. چیکارش میکنی؟ میگیم یکی از جواب هامون دو تا بچه منفی داره. یکی از جواب هامون منفیه، که یکیش منفیه سیاهه، منفیه دو. به 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 به. پس نگاه کن، جمع اولی و آخری وسطیه، یکی از جواب هامون منفیه که اون یکیش میشه منفیه سیاه، یعنی منفیه دو. بریم حالت سوم. بچه کی میاد رو خط؟ یکی بیاییم رو خط با هم حل کنیم. اینجوری اصلا حال نمیده. مثال باید شما بیاییم. حنانه زارع اشلاق. سلام استاد، وقتتون. سلام حنانه عزیز، خوبی؟ قربانی شما. حنانه جلسه قبلم تو اومدی؟ بله. آخه هنانه این قسمت 3 چی میشه؟ خب مجموع ضرایب میشه 0، چون 2 به اضافه 4 6 و 6 به اضافه منفی 6 میشه 0. پس جواب یا ریشه معادله میشه 1 به منفی 0. دقیقاً. یکی از جواب‌ها شد 1، اون یکی چنده؟ منفی 0. منفی 6 به منفی. یعنی منفی 6 دوم دقیقاً میشه منفی 0. منفی 6 دوم منفی 3. بعدی رو میتونی بگی نه؟ نه بعدی هم چون 2 به اضافه 5 میشه 7، یعنی وسطی اولی آخری میشه وسطی. یکی از جوابات منفی 1 هست، یکیش هم منفی 3 و منفی 5 دوم منفی 2. احسنت. حنانه میگه جمع اولی آخری شده وسطی، یکی از جواب ها منفی 1، اون یکی هم منفی 3 یعنی منفی 5 دوم. مرسی هندانه عزیز، دمت گرم. خب خیلی سخت نبود، خیلی موضوع آسون بود، راحت رفتیم جلو، خیلی دچار مشکل نشدیم. خب ریحانه میگه من متوجه نشدم. ریحانه دست رو بیا بالا، میخوایم یه ذره با هم صحبت کنیم. چرا کجاش نفهمیدی؟ من اونجا رو توضیح بدم. سلام استاد، صدای من دارید؟ سلام ریان. آره یه مقدار بلند صحبت کنی خیلی عالی میشه. استاد من کلن اینو نفهمیدم، یعنی چجوری بگم، یعنی اینو مثلا من فرض میکنم این همش حل میشه. آره خب. یعنی مثل معادله درجه 2 فکر میکنم اینام
مثلا ایکساش میره این ور، این سش میره این ور، اینجوری. به معادله درجه دو خب روش های مختلف داره واسه حلش، دلتا، مربع کامل، تجزیه، اینکه من بعضی وقتا فاکتور بگیرم. این دوتا حالت جز حالت خاصش محسوب میشه. گفتم که مجموع ذرایب با اون روش هم حل میشن ها، تو همین سوال هم میتونی دلتا ازش حل کنی. خب طولانیه، روشش طولانیه. ریحانه یک رو نگاه کن. بله. خب یک رو نگاه کن، ذرایبش رو با هم جمع کن، چه اتفاقی میفته؟ اون عددهایی که دورش خط زرد کشیدم رو با هم جمع کن، یعنی یک به علاوه سه میشه چهار، منهای چهار چه اتفاقی میفته؟ میشه هشت. آه نه صفر میشه. یک به علاوه سه چهار، منهای چهار چه میشه؟ صفر. صفر. الان مجموع ضرایب شده صفر. گفتم یه حالت خاص داریم، اگه مجموع ضرایب بشه صفر، یکی از جوابات میشه یک، اون یکیش هم میشه سیا. نگاه کن یه گل پسری هست به نام سیا. سیا سی تقسیم بر آ، یعنی سی یک، سه تقسیم بر یک میشه سه. ببین پس ریحانه هر وقت معادله درجه دوی داشتی که ضریبات رو با هم جمع کردی و جوابش شد صفر، نمیخواد بری دلتا حل کنی، اصلا نمیخواد بری تجزیهش بکنی، فقط و فقط کافیه یکی از جوابها رو بنویسی یک، اون یکی بنویسی سیا. الان اوکی شد یا نه؟ بله بله. خب الان کدوم شهری؟ شیراز. شیراز، به به. حالا بیا پایین. ایکس به توان دو به علاوه سه ایکس به علاوه دو، امتحانش میکنم، آیا مجموع ضرایبش میشه صفر؟ بله بله بله. خب مثل قبلی اگه گفته باشید یک میشه سه، یک و دو میشه سه، سه و سه رو کم کنیم صفر، درست میشه شیش. اون منفی بود، این مثبته. اگه اینجا رو جمعش کنیم میشه شیش، به درد نمیخوره. روش اول جواب نیست، یعنی مجموع ضرایب صفر نمیشه، هر کاری هم کنیم صفر نمیشه. حالا توی همچین اتفاقی خب جمع اولی و آخری یک با دو رو اگه جمع بکنی دقیقا میشه وسطی، میشه سه. جمع اولی و آخری اگه شد وسطی، دو تا جواب به دست میاد که منفی اونه، یعنی منفی یک و منفی سیا. اگر احیانا بچه ها با این روش ها مشکل دارن، اینا رو درک نمی کنن کلن، با دلتا حل کنید، تجزیه حل کنید، ولی خب طولانی میشه. وقتی خدا دوستمون داره همچین حالتهایی رو توی امتحان بهمون میده، ما از این روش بریم خیلی راحت به دست میاد. ریحانه کجاشو نمی فهمی؟ یه خورده تمرین کنم میتونم حلش کنم، ولی خب این روش تازه دیدم، آخه ما همیشه از روش دلتا حل میکردیم. آره آره میدونم، یه مقدار باید تمرین کنی برای جا بیفته حتما. خب یه مقدار باید تمرین کنی. باشه من این نکته رو بهتون بگم، توی کنکور خب ما 75 ثانیه زمان داریم برای اینکه یه تست رو بزنیم، 75 ثانیه. بعد توی این 75 ثانیه شما اگه مثلا 4 تا دلتا حل بکنی، فقط 2-3 دقیقه هر دلتاش طول میکشه، یعنی 10 دقیقه باید بشه باید دلتا حل کنی. زمانمون خیلی برامون ارزشمنده، باید حواسمون به این زمانه باشه. با من بیا جلو، بهم اعتماد کن، خیلی سرعتت میره بالا. بچه‌ها میگن ما چی کار کنیم سرعتمون بره بالا؟ این چیزی که دارم بهت میگم، نکته‌ای که بهت میگم، یواش یواش. ببین ما یه خونه‌ای داریم میسازیم، من هر جلسه یه مقدار دارم میذارم روش، هر جلسه انتظار دارم که اینا رو خوب بخونی بیای بالا. پس ببین من هر جلسه انتظار دارم بچه‌ها بهتر و بهتر و بهتر بشن، تمریناتشون بهتر بشه.
ما از این هفته انشاءالله تمرین براتون توی کانال خودم میذارم. تمرین میذارم. نگاه کن. یه کانال خودمه. ATMAS انسانی. می‌نویسم مخصوص دانش آموزان کلاس نت. ATMAS انسانی. پس تمرین ها رو باید حل بکنی. باید. الان من حتما در ارتباط میشم. ببینم پشتیبان ها میتونن برای بچه ها برای پشتیبان رو بفرستن. ببینم چجوری حتما بهتون میگم. و اینکه حالا اگر احیانا سوالی بود این اینستاگرام بنده است. amirhussain.torabi. بچه‌هایی هم که یه مقدار بعضی سوالا رو متوجه نشدن، یادشون رفت حالتا رو، حتما میرن میشینن. ویدیو رو چند بار برای خودشون میبینن. باید متوجه بشی. الان اولشه. باید پر انرژی باشی. انرژی شلوغ نباشه. پر انرژی باید باشی. سر کلاس پر انرژی میه. ما فعلا 2 ساعت داریم. این با 2 ساعت شروع کردیم. هفته بعدم 2 ساعتیم. از هفته بعدش میخوام 3 ساعته برم. میخوام مثال و تست برای بیشتر حل کنم. اصلا نگران نیستم. هر چقدر شده برات فوق‌العاده میذارم. اصلا میخوام به جایی که اصلا 40 جلسه بیاییم 50 جلسه بیاییم. ولی بیشتر بفهمیم. بیشتر مثال حل بکنیم. بیشتر تست حل بکنیم. من حواسم بهت هست. تو باید خودتو به این برسونی. خب ببینم بچه ها چی سوال پرسیدن. اینو در جریان نیستن بچه هایی که ثبت نام نکردن. نمیتونم فیلم ببینم. اینو نمیدونم. مرسی بچه ها. خب این از این. بریم ببینیم مثال. من تست آوردم. اینم تست ها رو بیاریم. خب بریم از تست شماره 5 شروع بکنیم. بریم جلو. خوب گوش بدین. خیلی سخت نیست. خیلی سخت نیست. میخوام یکی از بچه ها رو بیارم رو خط با هم سوال حل کنیم. کیو بیارم؟ ریحانه. بعدش محمد علی هم میارم. بچه حتما گروه خواهیم داشت. خب بچه هایی که ثبت نام کرد انشاءالله تا هفته آینده حالا من هماهنگ میکنم. حتما باید گروه داشته باشین چون پشتیبان های کلاس من بچه های رتبه های سال های گذشته هستن که توی اون گروه ها عضو میشن. اگر بچه ها سوالی داشتن حتما جواب میدن. حالا بعضی وقت خودم فرصت بکنم حتما جواب میدم. یه مقدار من شاید تو فضای مجازی نتونم خیلی یا تمام تلاشم میکنم و شاید نتونم خیلی آنلاین بشم، کلاس هستم، ولی بازم تلاش خودم رو میکنم. بریم برای حل این سوال. من صدای یکی از بچه ها رو باز کردم. ریحانه این اصلا اسم تستا من ببینم. اینجا رسیدیم. خب من صدای ریحانه رو ندارم متاسفانه. خب من شروع میکنم حالا تست ها رو بریم جلوی. مقدار میخوام تست بزنم با هم همراه باش. گفتم که بچه ها دو تا پرانتز داریم. دو تا پرانتز داریم. ضربشون شده 0. ضربه ها جدا جدا. یه بار اولی رو باید 0 بذاری. 2x به علاوه 1 میشه 0. یه بار دومی رو باید 0 بذاری. x منهای 1 میشه 0. پس اگه ضرب دو تا عبارت بشه 0، یه بار اولی 0، یه بار دومی 0. اینو حلش کن. 1 رو بنداز سمت راست. x میشه مثبت 1. 1 رو بنداز سمت راست. 2x میشه منفی 1.
و x میشه منفی 1 تقسیم بر 2، یعنی منفی 1/2. خیلی سخت نبود. پس دو تا جواب داشت، یکی از جواب هامون میشه 1، اون یکیش میشه منفی 1/2. اسکرین بگی بریم بعدی سری. آرزو فیلم جلسه قبل منظورته؟ منظورت از فیلم الان تصویر الانه؟ من متوجه نشدم. بریم بعدی. 6x2 منهای 2x مساوی 0. من 30 ثانیه صبر میکنم، یه دقیقه صبر میکنم بهم جواب بگین. جوابش گزینیشن 6x2 منهای 2x بچه ها بچه که گزینه 3 رو دارن میگن یه اشتباهی دارن میکنن. چه اشتباهی؟ به این من گفتم اگر سی نداشتیم، اگر سی نداشتیم دوتا جواب داریم، یکی از جواب هامون میشه 0، اون یکیش میشه منفی بیا. قاطی نکن اینا رو. این بیا اون سیاهه، بیا اون سیاهه، حواست باشه. منفی بیا، منفی بیا یعنی چی؟ یعنی 2/6 1/3، یعنی جواب اون میشه 0 1/3، جواب میشه گزینه 4. حواستمون باش، فعلا از آسون شروع کردیم. بریم بعدی. 6x2 نمیخوایم بگیم، یعنی اصلا ارزش نداره این سوال، خیلی راحت میشه حلش کرد. ما رده گزینه هم یه سری سوالا رده گزینه میریم. اینو بهم بگو جوابش چی میشه. ریشه بزرگتر رو خواسته. سریع حلش کن. زوم کنم میشه سوالا رو زوم کرد؟ آره پاور بچه تو پاورپوینت زوم نداره، یه ذره گوشیتونو گوشیتونو یه ذره زوم کنید، چون پاورپوینت امکان زوم شدن نداره. یه ذره گوشیتون زوم کنید میشه، راحت میشه. سوالش اینه x منهای 1 به توان 2 منهای 25 شده 0. ریشه بزرگترش از من خواسته. خیلی عالی، بریم حلش کنیم. اول اینکه توان 2 باید یه طرف باشه، عدد باید یه طرف باشه. x منهای 1 به توان 2 میشه 25. ازش جذر بگیر. x منهای 1 میشه مثبت منفی 5. همون روشی که بهت گفتم. یه بار 5. یه بار منفی 5. واو. 1 رو بنداز اون و x میشه 6. 1 رو بنداز اون و x میشه منفی 4. درسته؟ پس دو تا ریشه داره، یکی از ریشه هامون میشه 6 منفی 4، قطعا ریشه بزرگتر میشه 6. گزینه 2. آفرین، عالی. بچه من از دهم شروع نکردم، مثلا دهمو تموم کنیم بعد یازدهمو تموم کنیم بعد دوازدهمو تموم کنیم. احتمالاً ببینم کدوم که بچه‌ها پرسیده. محمد مهدی پرسیده. محمد مهدی جلسه گذشته توضیح دادم من فصل 1 دهم رو درس میدم، خب بعد میریم تابع رو درس میدیم، بعد میریم سراغ فصل 1 دوازدهم درس میدیم.
فصل یک رو میگم، فصل دو ده و یازده رو میگم، بعد میریم فصل یک دوازده رو کار میکنیم. احتمال داره تا برای مثلا نصفش رو الان بگم، نصفش رو بعدش بگم، احتمال داره این کار رو با هم بکنیم. بچه ها میگن چرا یک رفت اون ور؟ معادله مگه حل نمی کنی؟ معادله کلاس هفتم درجه یک منفی یک رو بنداز اون ور بشه مثبت یک، چه شیش. معادله است دیگه. خب بریم بعدی. خب ما رو گول بزنم اینو. بچه ها روش تجزیه، دو تا روش تجزیه میخوام بهت یاد بدم. یکیشو نهم خوندی، یکیشو نهم خوندی، یکیشم امروز میخوام بهت یاد بدم عشق کنی باهاش، حالمون خوب بشه، حالمون خوب بشه. بریم روش کلاس نهم با هم تکرار بکنیم یه دونه. کلاس نهم بهتون میگفتن اگر x به توان 2 به علاوه 5x به علاوه 6 مساوی 0 خواستی حل کنی، دو تا پرانتز باز میکنی مساوی 0 میذاری. معادله میخوام حل کنم. ببین آخریه میشد ضرب، وسطیه میشد جمع. دنبال دو تا عدد میگردیم، ضربش بشه مثبت 6، جمعش بشه 5. دنبال دو تا عدد میگردیم، ضرب مثبت 6، جمع 5. چند و چند؟ جمله مشترک تجزیه داریم میکنیم دیگه. چند و چند بچه ها؟ 2 و 3. آفرین. یعنی یکی از جواب هامون 2ه، یکیش هم 3. علامت مثبت باید بشه جفتش، از جفتش هم مثبت بذار. مثبت 2 مثبت 3، 2 3 تا 6 تا، 2 به علاوه 3 5 تا. پس یه بار اولی رو 0 میذاریم، یه بار دومی رو 0 میذاریم. اینو از اول کلاس چند بار گفتم؟ 100 بار. اولی رو 0 بذاری x میشه منفی 2، دومی رو 0 بذاریم x میشه منفی 3. بچه ها جفتش رو نمیتونیم منفی بذاریم. چرا؟ منفی 2 با منفی 3 میشه منفی 5، غلط میشه. درسته؟ منفی 2 با منفی 3 میشه منفی 5، غلط میشه. نمیشه جفتش رو منفی بذاریم، فقط همین دوتا میشه، اصلا هیچ چیز دیگه امکان نداره. یه ذره تمرین میخواد. نگاه کن، x2 منهای 5x به علاوه 6. حالا اگه منفی بود شما بگین چی در میاد؟ زهرا ریاضی 20 سوال داخل کنکور هست. بچه ها میگن منفی 2 منفی 3. خب بذار ببین درست در میاد در نمیاد، امتحانش کن. منفی 2 در منفی 3 میشه مثبت 6، درسته؟ منفی 2 منفی 3 میشه منفی 5، کاملا درسته. پس یه بار اولی رو 0 بذار x میشه 2، یه بار دومی رو 0 بذار x میشه 3. بریم سومی. بچه دنبال دو تا عدد بگردیم، ضربش بشه منفی 6، جمعش بشه 1. چند چند تا؟ ضربش بشه منفی 6، جمعش بشه مثبت 1. شیش یکی نمیشه چون جمعش باید بشه 1، ولی نمیشه، جمع که 1 در نمیاد. بچه دارم میگن 3 و منفی 2، منفی 3 و مثبت 2، امتحانش کن. من 3 و 2 رو میذارم ولی جمعش باید مثبت 1 در بیاد، پس علامت عدد بزرگتر مثبت، کوچیکه هم منفی. بزرگه مثبت جمعش کن، 3 منهای 2 میشه 1، درسته. ضربش کن، 3 ضرب در منفی 2 میشه منفی 6، ایول درسته. اولی 0،
اولی صفر، علامتش برعکس میشه، میشه منفی 3. دومی صفر، x میشه مثبت 2. بریم بعدی، بعدی رو کمک کن. ضربش باید بشه منفی 21، جمعش باید بشه 4. ضربش باید بشه منفی 21، جمعش باید بشه 4. هفت و سه. حالا علامتش رو بریم چک کنیم. علامت عدد بزرگه باید مثبت بشه، چه مثبت هفت منفی سه. نگاه کن، هفت منهای سه میشه 4، هفت ضرب در منفی سه میشه منفی 23. کاملا درسته. یه بار اولی رو صفر بذار، یه بار اولی رو صفر بذار، ایکس میشه منفی 7، و یه بار دومی رو صفر بذار، ایکس میشه مثبت 3. خیلی سخت نیست، اما چیزی که الان میخوام بگم ضریب داره. ببین الان اینجا ضریب نداشتی، عشق کردی واسه خودت، همش یک بود. اما چیزی که الان میخوام بهت بگم ضریب داشت. اگه ضریب داشت چجوری حلش کنیم؟ یه اسکرین از این بگیر، یه اسکرین از این بگیر، بچه‌ها میگن اگه ضریب داشت با دلتا بریم. نه، من دلتا رو مرحله آخر میرم، من همیشه دلتا رو مرحله آخر میرم. بریم خب بچه‌ها، تمام وجود به هم گوش بدید. ببین من میخوام این سوالا رو، این معادله ها رو به روش خاصی حل بکنم. یعنی بریم بگیم اگه ضریب داشت اصلا نمیرم فعلا دلتا حل بکنم، دلتا محل آخر. چی کار میکنیم واسه حلش؟ اولین کاری که میکنی، مزاحم کیه؟ سه. مزاحم من سه، برمیدارم این سه رو تو این دوه ضرب میکنم، پاکش میکنم. یعنی چی میشه؟ میشه x به توان 2 منهای 5x به علاوه 6. پاکش کردم. پس نگاه کن، این سه رو بردار بریز بیرون. یعنی سه رو که در دو ضرب کردم میرزمش بیرون، سه دو تا میشه 6 تا، پاکش میکنم. بعد چی کارش میکنم؟ این همون روش قبلی، تجزیهش میکنم. یعنی چند چند تا بشه 6 تا، جمعش بشه منفی 5، 3 و 2 منفی 3 منفی 2. پس اول ضربش کردم، بعد دنبال دو تا عدد میگردم، ضربش مثبت 6، جمعش منفی 5 بشه. حالا یه بار اولی رو صفر بذار، یه بار اولی رو صفر بذار، x میشه 3. یه بار دومی رو صفر بذار، x میشه 2. آقا تموم شد وایس. یه کار دیگه باید بکنی. چی رو پاک کردی؟ 3 رو. برش گردون 3 رو. یعنی چی؟ یعنی اونجا ضرب کردم، اینجا تقسیم میکنم. یعنی جوابم میشه 1 و 2/3. تموم شد. یه بار دیگه بریم. نگاه کن منو. یه دا دیگه. گفتم چی کار میکنی؟ گفتم اولین کاری که میکنی این دوه رو تو این سه ضرب میکنی، میشه x به توان 2 به علاوه 5x به علاوه 6. ضرب کن، پاکش کن. دنبال دو تا عدد بگرد، x و x. ضربش مثبت 6، جمعش منفی 5، 3 و 2 جفتش هم مثبت. 3 2 تا 6 تا، 3 و 2 میشه مثبت 5. یه بار اولی رو صفر بذار میشه منفی 3، یه بار دومی رو صفر بذار میشه منفی 2.
حالا چی کارش میکنی؟ اون چیزی که پاکش کردی رو برش گردون. منفی 3/2 منفی 2/2 تموم شد. یه دونه دیگه بخوام برم از همین 2 رو ضرب در منفی 6 میکنم، x به توان 2 به علاوه x منهای 12 مساوی 0. دنبال دو تا عدد میگردم، اینجا صفرش نمی نیسته این بر تخته داشت، مهم نیست، دنبال دو تا عدد میگردم، ضربش 12 جمعش 1، ضرب 12 جمعش 1. بچه ها میگن 3 و 4، امتحانش میکنم، اگه 3 و 4 جواب نده چیزه دیگه. 3 و 4 مثبت 4 منهای 3. بچه ها 4 منهای 3 میشه 1 درسته؟ 4 ضرب در منفی 3 میشه منفی 12. اگه مساوی 0 بذاریم یه بار اولی 0 میشه 3، یه بار دومی 0 x میشه منفی 4. علامت ها برعکس میشه دیگه. چی رو باید برگردونی؟ 2 رو، 2 رو تقسیمش کن میشه 3/2 منفی 4/2. تموم شد. پس روش فوق‌العاده سرعتیه. اینا که گیر دادن به دلتا، هر چی میگی دلتا، بابا ول کن تو رو خدا، همش که دلتا حل نمی کنن. یه سر با روش جدید جذاب بروز، مثل این پیرمرد پیرزنه هستن میگن نه پسرم من گوشیم باید از این گوشی های قدیمی باشه، که فقط از اینا که نمیخواییم باشیم، که بروز باشی یه سر. ببین اون پیرمرد پیرزنی که گوشی میدی دستش، اول سختش رو باش کار بکنه. کسایی هم که ریاضی رو نمیخوان چیزای جدید یاد بگیرن این اون حالتن، وقتی یادش گرفت عشق میکنه باش، انقدر حال میکنه، حالش خوب میشه، خیلی باحاله. یکی از بچه‌ها که من دلتا هم بلد نیستم دیگه، خیلی خوب یاد میدم و دلتا هم یاد میدم. پس به طور خلاصه دارم چی کار میکنم؟ عدد رو ضرب میکنم، عدد رو پاکش میکنم، عدد رو ضرب میکنم، عدد رو پاکش میکنم، تجزیهش کردم، فقط آخر سر اون سه که اون عددی که پاکش کردی رو تقسیمش کن. مثلا یه بار دیگه این وسطی رو من برم با این مثالی که میخوام بهت بگم، وسطی رو بهت بگم یه ذره کوچیکتر من اینجا بنویسم، x منهای 3 x منهای 2. خب من اینو یه بار دیگه برم، اولین کاری که میکنی 4 رو ضرب در 3 میکنی میشه x 2 8x مثبت 12، x2 منهای 8x مثبت 12. بعد چی کار میکنی؟ بعد چی کار میکنی؟ دنبال دو تا عدد میگردی، ضربش 12 جمعش منفی 8. شما بگین به هم هر دوش باید منفی بشه، منفی 6 و منفی 2. بچه ها اینو میگم، منفی 6 منفی 2 ضربش کنی مثبت 12 جمعش هم منفی 8. حالا یه بار اولی رو 0 بذار x میشه 6، یه بار دومی رو 0 بذار x میشه 2. آخر سر تقسیمه یادت نره، تقسیم بر 4 تقسیم بر 4 2 4م 1/2 6م 3/2 تموم شد. خیلی سرعتش بالاست، خیلی بالاست. امیدوارم که خوب فهمیده باشی. آره بچه هایی که سوال نیبینن شاید متوجهش، آره تخته رو متوجه نشن شاید. بچه اینو حتما پیگیری کنید، بچه هایی که تخته رو نمیبینن حالا اینو ببینید مشکل از کجاست. بچه چطور بود؟ مطالب خوب براتون جا افتاد؟ یاد گرفتین؟ عشقین. من امسال یکی از
امیدای من شما، یعنی بچه های کلاسنت انقدر خوب و عالیان، امسال به خودم قول دادم، یعنی گفتم که هر چقدر که شده از تایمم باید بذارم برای بچه ها، هر چقدر که شده من براشون مثال باید بیشتر حل بکنم، تست باید براشون بیشتر حل بکنم که جا بیفته. اون بچه هایی که درصده بالا میخوان از کنکور باید بهش برسن. من هستم، امیدوارم تو هم باشی. من قوله رو میدم، امیدوارم تو هم قوله رو بدی که با هم همراه باشی، با هم باشی. این هر هفته مطالب رو بخونی. انشاءالله بچه ها تو هفته آینده مطالب رو خوب بخونید. امروز و فردا حتما فردا به کانال سر بزنید، تکالیفتون رو بردارین و تکالیف رو خوب حل بکنید، که انشاءالله هفته آینده هم که ما 3 تا 5 کلاس داریم و انشاءالله از هفته آینده کلاسامون 3 ساعته خواهد شد. جانم محمد رضا اگه سوال داری، من ندیدم سوالت رو. علامت رو بچه ها میگن که چجوری مثبت یا منفی میذاری؟ محمد رضا اولش برو دنبال 2 تا عدد بگی، عدد رو بذار امتحانش کن، بگو مثلا من میخوام جمعشون بشه -5، جمعش باید بشه -5، 2 تا عدد باید منفی باشه، -2 -3 جمعش باید بشه -5 و ضربش هم ضربش میکنی میشه -6. یه ذره اولش ممکنه که مثلا کند باشی، بگی چی میشه، بعد 10 تا 12 تا قشنگ رات میندازه. حتما مثال برات حل میکنه. فعلا با کتاب خودمون میریم جلو بچه ها. حتما وقتی کتاب ها چاپ جدید اعلام شد بهتون میگم، اگه لازم بود حتما بهتون میگم. بچه که تازه تونستن وارد کتاب وارد کلاس بشن حتما آفلاین رو از ادمین هاشون بگیرن و مشاهده بکنید حتما، چون بحث جدی بود و انشاءالله هفته بعد کلی ازش میخواییم تست بزنیم. بچه مراقب خودتون باشین خیلی زیاد، انشاءالله که هر جا که هستین سلامت باشین، ارادتمند تک به تکتون. یا علی.